سرخط خبرها. نخست وزیر پیشین اسرائیل خطاب به مردم ایران: شما دیکتاتور را شکست خواهید داد. واکنش توییتر اسرائیل به وقایع ایذه: لازم باشد باز هم کودکان را می‌کشیم. کیهان: فصل شکار کفتارها است، هسته های آشوب را تار و مار کنید. برگزاری رایزنی های ایران و آژانس در تهران. و رهبر کره شمالی شخصا بر آزمایش هیولا نظارت داشته است. مشروع اخبار. نخست وزیر پیشین اسرائیل خطاب به مردم ایران: شما دیکتاتور را شکست خواهید داد. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، در اظهاراتی خطاب به مردم معترض در ایران گفت که شما دیکتاتور را شکست خواهید داد. بنت پنجشنبه 26 آبان در یک پیام توییتری با حمایت از خیزش مردمی در ایران علیه جمهوری اسلامی که وارد ماه سوم خود شده است به زبان فارسی نوشت: آزادی بر ترس چیره خواهد شد، شجاعت شما الهام بخش است. و همچنین بر حمایت مردم اسرائیل از مردم ایران تاکید کرد. نخست وزیر پیشین اسرائیل در پایان ابراز امیدواری کرد که بتواند از تهران آزاد دیدار کند. اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری اسرائیل، پیشتر با اشاره به سرکوب مرگبار معترضان در ایران نیز گفته بود: در ماهای اخیر رژیم ایران چهره واقعی خود را که اسرائیل سالهاست با آن آشناست به دنیا نشان داد. هیچ کس نمیتواند بر خشونتی که رژیم ایران علیه شهروندان خود استفاده میکند چشم پوشیده و سرکوب وحشیانه اعتراضات حجاب را نبیند. واکنش توییتر اسرائیل به وقایع ایذه: لازم باشد باز هم کودکان را می‌کشیم. روزنامه ایران نوشت: به رغم تلاش‌های ماموران امنیتی برای بازداشت تروریست‌های عامل حمله در شهرستان ایذه، برخی جریان‌ها تلاش کردند نام کیان پیرفلک به عنوان قربانی این حمله تروریستی را به فهرست کشته‌سازی‌های خود اضافه کنند. حساب کاربری توییتر اسرائیل به فارسی از این فضا سوء استفاده کرده و جمهوری اسلامی ایران را به کودک‌کشی متهم کرد. این ادعا با واکنش کاربران این شبکه اجتماعی روبرو شد. از جمله برخی با اشاره به سابقه کودک‌کشی این رژیم اعلام کردند که رژیم صهیونیستی از ابتدای اشغالگری خود تا کنون 4000 کودک را کشته است. حساب کاربری توییتر اسرائیل به فارسی در جواب این کاربران نوشت: اگر لازم باشد باز هم می‌کشیم. و در پایان این توییت خود علامت لبخند درج کرد. کیهان: فصل شکار کفتارهاست، هسته های آشوب را تار و مار کنید. کیهان نوشت: واقعیت صحنه در روزهای اخیر آن است که دشمن با وجود شبکه سازی سنگین از طیف وسیعی از معارضان همچنان تلاش و ترجیحش اقدامات مسلحانه و ایذایی است. به دلیل همسو نبودن طیف وسیعی از جمعیت‌های از مردم با اقدامات ایذایی، خرابکاری، آتش افروزی، انفجار، اعتصابات مصنوعی و ترور، سرویس‌های اطلاعاتی غربی مجبور شدند گزینه اقدام مسلحانه را روی میز بگذارند. به عبارت دیگر، از این پس برای روشن ماندن آتش اغتشاشات، اقدامات ایذایی بخش ثابت و قطعی و اقدامات تروریستی مسلحانه بخش مکمل آن خواهد بود. اگر این فرمول تا به امروز به درستی اجرایی نشده است، به دلیل ترس از منفک شدن برخی از بدنه همراه با آشوبگران بوده است. برگزاری رایزنی های ایران و آژانس در تهران: نماینده روسیه در سازمان های بین المللی گفت که انتظار می رود دور جدید مذاکرات ایران و آژانس اتمی تا پایان ماه جاری میلادی برگزار شود. به گزارش ایسنا، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمان های بین المللی در وین، در گفتگو با شبکه روسیه 24 از برگزاری مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی تا پیش از پایان ماه جاری میلادی خبر داد. اولیانوف اظهار داشت: انتظار می رود که دور جدید مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی تا پیش از پایان نوامبر در تهران انجام شود. و رهبر کره شمالی شخصا بر آزمایش هیولا نظارت داشته است. رسانه دولتی پیونگیانگ روز شنبه اعلام کرد کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در جریان بازرسی از محل شلیک آزمایش موشک بالستیک قاره پیمای هواسونگ 17 که به آن هیولا نیز گفته می شود، پاسخ قاطعانه‌ای به تهدیدهای آمریکا داد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری یونهاب، خبرگزاری مرکزی کره KCNA اعلام کرد که این موشک که از فرودگاه بین‌المللی پیونگیانگ پرتاب شد، 999.2 کیلومتر به مدت 4135 ثانیه پرواز کرد و نقطه اوج آن
6040.9 کیلومتر بوده و در آبهای بین‌المللی دریای شرق فرود آمد. یونهاف در گزارشی به زبان انگلیسی گفته است آزمایش موشکی به وضوح قابل اعتماد بودن سیستم تسلیحات استراتژیک جدید را به عنوان نماد نیروهای استراتژیک کره شمالی و عملکرد رسمی قدرتمندان به عنوان قوی‌ترین سلاح استراتژیک در جهان ثابت کرد.